در بیاره و اون راهی که به آمریکا رسیده رو با دنبال کرد، دقیقاً از حساب اون شخص سرمایه گذار مهاجر کجا رفت که آخر سر به آمریکا رسید، که بشونی از طرق کار فاسدی وجود نداشت، مثلا از طرف کار غیرقانونی نیومده بودن و در این حال با اشخاصی که دشمن آمریکا باشن چه تروریستی و اینا مسئله نشده باشه. دو قسمت دیگه صحبت میکنم در برای موضوع EB-5. اینه که انتخاب شرکت خیلی ممکن است. اکثر کسانی که دفتر من میاد به این کار، چیزی که مهم براشون گرفتن که این کار برای خودشون و خانواده شونه، ولی بعد از اینکه این کارت گرفتن اون موقع یه یادشون میاد که $500,000 دادن و اون پول رو میخوان. اولش مهم نیست ولی بعدش خیلی مهم میشه. چیزی که مهم است اینه بدونی که قوانین آمریکا برای کسی که سرمایه گذاری میکنه یا تو سرمایه عام نیویورک استاک اکسچنج تا توی برنامه EB-5، قوانی از 1930 که Great Depression بود این بود که باید اون سرمایه at risk باشه و اون شخص بدونه که اون سرمایه‌گذاری که میکنه شانسش این هست که همش رو دست بده. اگر وکیل شما، اون شرکت یا نماینده شرکت یا هر کسی دیگر غیر از این گفت، حتی گفت یک ریال از این پول شما پس خواهد گرفت، اون موقع پرونده شما باطل خواهد شد و یا در اداره مهاجرت یا سفارت رد خواهید شد. این مسئله خیلی پیش میاد به خاطر اینکه این حرف ریسک ممکنه بعضی ناراحت کنه، ولی کاری که ما میکنیم اینه که با اونایی که فاینانشال ادوایزر هستن و پلنر هستن و میتونن این شرکت ها رو تحقیق کنن یا کمک کنن شرکت خودتو بزنیم، یاری کنن ما رو برای اینکه انتخاب درست شرکت درست برای اینکه سرمایه گذاری میکنن که این مسئله در آمریکا نداشته باشن. دو قسمت دیگه مونده از ویزاهای دائمی گرین کارت که برای ایرانی خیلی مهمه. این که الان صحبت شده پناهندگی هست، اسایلم. اگر شما عضو یک گروه مشخصی باشید که دولت کشورتون مسائل با شما داشته باشه، مثلا گروه دینی و مذهبی، اگه کسی بهایی باشه، یهودی باشه یا تبدیل دین داده باشه به مسیحیت، اگر وارد آمریکا شده باشن میتونن اقدام کنن برای اسایلم پناهندگی و اینجا بمونن. مهم است که اصل اینه که قبل از اینکه یه سال بشه از ورود کشور باید پناهندگی اعلام کرد. اگه بیشتر شده باشه باید درخواست های مخصوص کرد و اجازه گرفت و بعد از گرفتن پناهندگی قبل از اینکه از کشور خارج خواهی شد، اگر بگیم خواستی بری کانادا و یه سری خانوادتون رو توی کشور اروپایی ببینید، باید حتما یک رفیجی ترافل داکیومنت رو بگیرید. اگر بدون این ترافل داکیومنت، پاسپورت سفید که فارسی بهشون میگیم، خارج کشور بشی خیلی مسئله ساز بشی، ممکنه دوباره کشور راهتون ندن. باید حتما باید یه پاسپورت سفید رو گرفت. و باید بگم که بعد گرفتن پناهندگی حداقل تا گرفتن سیتیزنشیپ بهتره که یک کشورتون نرید. غیر قانونی است که برگردید، چون نشون میده که اون ترسی که داشتین از کشورتون وجود نداشته. خیلی از شما تماس میگیرن پرسن یا میتونم پناهندگی اعلام کنم و برگردم ایران بعدش، میگم نه، این برعکس اون درخواستتون بود. قسمت آخرم همین ویزای دیورسیتی ویزا لاتری یا قرعه کشی است که اجازه میده اونایی که جزء قرعه کشی انتخاب شن که این کارت بگیرن. خیلی مهم است که این فرم رو درست پر کنن. همونطور گفتم من خیلی تماس میگیرن در موقع تابستون اونایی که انتخاب شدن و به من میگن که فرم درست پر نکردن، حالا میخوان رد میکنن. فرم آسانی هستش، فقط سوالی هست با تماس بگیرید یا وکیل تماس بگیرید که کمک بکنه، راهنماییتون کنه. مهم است که اطلاعات خودتون و خانواده‌تون رو دقیق و درست و کامل بدین و تجربه کاری و دانشگاهی و علمی خودتون هم درست مطرح کنین کجا مرسی رفتین که بشه این ویزا رو بگیرید. حالا که قسمت برنامه‌های ویزا تموم شده، چند تا نکته مهم هست که برای پروسه بدانید. اگه که توی آمریکا باشین و اقدام کنین برای گرین کارت، یه برنامه ادجاستمنت اف استاتس هست که میرین اداره مهاجرت و آنها گرین کارت رو شما میدن. اگه خارج از کشور باشین باید برید یکی از سفارت‌های آمریکایی. خیلی سخت‌تر این گرین کارت میاد از سفارت‌ها و مسئله است که اگه سفارت رد می‌کنه راه چاره‌ای زیاد ندارین برای اینکه با کسی صحبت کنین که مسئله رو حل کنین. اگر شما در آمریکا باشین و ادجاستمنت اف استاتس کنین، راه‌های گوناگونی هست، بشه با رئیس و کسی ردتون کرد، شاید با کمک دادگاه ها بتونید پرونده‌تون رو درست کنید. ولی خارج کشور باشه خیلی سخت میشه. و سفارت ها سختی ترم شدن. پرونده های جدیدی که دارم، قبل از اینکه برای مصاحبه به شرکت برید باید یک پرونده خیلی بزرگ در خودتون پر کنید. قبل ما مثلا پرونده بود 10 صفحه، حالا شد نزدیک 50 صفحه. بعد از هر خونه ای که از 16 سالگی داشتین تا حالا بهشون بگید، تمام کارتون رو بگید، تمام زندگیتون رو باید خلاصه اونجا مطرح کنید و پر کنید. خیلی زمان طول میکشه و خیلی سخته، چون که یادتون نباشه 16 سالگی آدرستون چی بود و چند ماه چند سال اونجا بودین، ولی درخواست ازتون میکنن. و برای ایرانی به خصوص مسئله بزرگی که
پیش اومده به خاطر مسائل سربازی است که برمیگرده به مسائل سیاسی. کسی که برای خانم‌ها راحت‌تر است ولی برای مردا که معافی نشدن و سربازی رفتن، اگر برای بسیج و سپاه پاسداران کاری کردن، میشه گفت به احتمال خیلی خیلی قوی ویزا رو نخواهد گرفت یا ویزای موقتی یا گرین کارت. و اگر گروه‌های دیگه باشن ممکنه 3 6 تا 9 ماه تا 1 سال منتظر باشن که بک‌گراند چک یا ادمنستریتیو پروسسینگ، اون نگاهی که می‌کنن برسه اسم شما که ببینن اگر توی پرونده‌های دولت و CIA نیستین، این چک کردن خیلی زمان طول می‌کشه. برای ایرانی ها برای گرفتن ویزای دائمی سه تا سفارت وجود داره که میتونن برن. یکیشون تو یروان تو ارمنستان هستش، یکیشون آنکارا ترکیه و یکیشون ابوظبی تو امارات. برای گرفتن ویزای موقتی هر سفارتی میشه رفت، البته ممکنه اذیت کنم میگن چرا این سفارت ما اومدی، ولی باید قبول کنن. در این حال اگه سفارت بجز این سه تا برین، البته به جای ابوظبی برای ویزای موقتی با برین تو دبی، ولی اگر میخواهید ویزای موقتی بگیرید در نظر شوشین اگه این سه تا سفارت رو نرید باید حتما انگلیسی باشه. این سه تا سفارت فقط اشخاصی دارن که فارسی میتونن صحبت کنن و کار ترجمه رو انجام بدن. قسمت بعدی برای نچوزیشن یا سیتیزنشیپ هستش. پس از گرفتن گرین کارت و داشتن رو برای 5 سال، اگر نصف اون زمان در آمریکا بودید میتونید اقدام کنید برای سیتیزنشیپ و سیتیزنشیپ رو بگیرید. کار نسبتا آسوده ای است و در اصل وکیل لازم نداره، ولی علتی لازم داره این که فرمه که جدید 2 ماه پیش ارسال شده بیشتر پیچیده شده و مهم است که کسی خواهد اقدام کنه سیتیزنشیپ واقعا یه صحبتی با وکیل مهاجرت کنه که به اون مسائلی که ممکن مسئله ساز باشه نداشته باشه. مثلا اگر جرمی داشته، ارستی داشته، با پلیس رد و بدلی داشته، اگر که خارج از کشور به مدت زیادی بوده مثلا بیشتر 6 ماه، و حتی اگر کسی ادعا کرده باشه که سیتیزن آمریکاست وقتی نبوده، این باعث ردی پرونده سیتیزنشیپ و بیرون شدن از کشور است. به نظر مسئله بزرگی نیستش ولی خیلی مهمه. بر اصلا ما نظر داشته باشیم که اگر مردی باشین که از بین 21 سالگی بین 18 سالگی تا 25 سالگی در آمریکا اومده باشین، با حتما برای درافت آمریکا یعنی سربازی آمریکا استمسی کنین که این کار نکنین تا 30 سالگی نمیتونه اقدام برای سیتیزنشیپ بکنه. نزدیک آخر صحبت رسیدیم. 2 نکته کوچولو درباره مالیات صحبت کنم، مالیات و افق صحبت کنم. آمریکا یکی از استثنا کشورهای جهان هست که بر مالیاتشون بر اساس درآمد تمامی دنیا هستش، فقط در کار آمریکا نیست. فقط در همین وقتی که یو اس پرسن شدین یا گرین کارت گرفتین یا آمریکایی سیتیزن شدین، یا اینکه حتی اگر بیشتر از میتونه 5 ماه تا 6 ماه توی آمریکا در 1 سال باشین، باید حتی مالیات با اداره IRS بفرستین. برای اطلاعات بیشتر بهتر با یه حسابدار صحبت کنیم. با یه حسابدار صحبت کنی که راهنماییت کنه، ولی این مسئله وجود داره. قوانین جدیدی که به خصوص ماه پیش ایجاد شد اینه که هر حساب بانکی که در خارج داری، زمین یا شرکت هر چی دارین، با دولت آمریکا اینو از قبل بگین هر سال که بهشون چی دارین و چی ندارین. و سپس قسمت آخر افق هستش. روین افق هر سال دارن پیچیده رو پیچیده میشن، بعضی حتی راحت هم میشن بعضی سخت‌تر. اگه خواستی یه هیچ گونه رابطه اقتصادی با آمریکا به ایران ایجاد کنیم، بهتره با وکیلی که تخصصش افق باشه یا یه وکیل مهاجرت صحبت کنین. من تا یه حدی کار افق رو انجام میدم، ولی چون اینقدر بزرگ شده برنامه افق، دوستانی دارم که فقط تخصصش افق هست میتونم شما اونا رو به شما معرفی کنم، ولی برای چیزایی که به خیلی مهاجرت داره و خودم انجام میدم. این آخر صحبت من بود. استیم آخر تونتر از اون که فکر میکردم. خیلی خوشحال شدم که گوش دادید. چیزای کلی بودن. اگه سوالی بیشتری داشتین به خاطر رایگان این ساعت از صحبت میکنم و تماس بگیرید. مرسی. آقای اینترست بسیار بسیار جالب بود. اولا ترشون بود ولد آمریکا هستم. بچه های ما فارسی هم دارم بکنم. جز غریبی هستم. آدم کم میبینم. این مادر بودم. و اینقدر روان صحبت میکنم فارسی و بسیار بسیار جالب. کسانی که سوال دارن میتونن الان آقای مجلسشون بنویسن. بفرمایید شما. اگه ویزای جه گرفت داشتیم ولی از چند سال قبل از اینکه به آمریکا بیایید با جه ویزا تقاضای گرین کارت کرده باشید، حالا
این 60 در آمریکا میتونه ادجاستمنت بکنه یا بعد من اگر یک سوال درست من گفتین که اگه کسی جی ویزا داشته و میخواد ادجاست کنه میتونه در آمریکا ادجاست کنه یه جایی شده رفت ایران بعد برگشته براش گرین کارت به در مادرش اپلای کردن ولی امسال شانس اینو پیدا کرده که با جی ویزا بیاد اینجا و اینجا دو سال بمونه و احتمالا میخواد گرین کارتش هم صادر بشه حالا این باید آمریکا رو ترک کنه یا همینجا میشه ادجاست کنه همینجا میشه اجازه بکنه اگه جو باش و گفتین که اقدام کردن ولی اون شخص ایران هستن الان الان در ایران هم برای جی میتونم بیام برای جی اون ویزا خیلی سخت خواهند داد به خاطر اینکه براشون اقدام کردن و میشون دادن که قصدشون هستن که ببونن به سختی اون جی ویزا رو خواهند داد این مسئله بزرگی خواهد بود برای پرونده شون ببخشید من در حدود 12 سال پیش برای خواهران رفتن کردم پارسال اون پرسشنامه یا هر چیزی که دعوت نامه فرستاده شد تصدیتاشون قبول در بوده نه اینه حالا فکر کنی که میشه چجوری میشه باز از دو مثلا رو هم داخل این کارو که کی به دستون رسید؟ این چه پرسیدن که برای یک حدود در سال 2000 من اپلای کردم 2012 رسید یه سال هم سب کردن اگه که پرسیدن که برای خواهرشون اقدام کردن 12 سال پیش نوبتشون رسید ویزاشون رسید و اونا نمیخواستن بیان معمولا تا یه سال میدن که این جواب این نشو ویزا سنتر ما سفارت و اینا رو بدین میشه اگر که تماس باشیم این یه سال دیگه هم ادامه بدین این کارو بعضی وقتا اگر بیشتر شده باشون تماس بگیری ممکنه پرونده رو زنده نگه دارن ولی اکثر موقع اگه ببینن یه سال دو سال جوابی نبود رد میکنن با وقتیش تماس بگیرین یا خودتون با این نشو بیسر تماس بگیرین تقاضا کنین که پرونده رو باز کنن و توضیح بدین علتش چی بود که زودتر نمیسن برسن و ممکن است که پرونده رو باز کنن که بعد بتونین سفارت بدین پرونده کار رو انجام بدین این پرونده که میفرمایید باز بکنن این پرونده در سفارت جاست یا پرونده توی آمریکاست بعد از اینکه اقامت قبول شد با اداره مهاجرت USCIS میفرستن به State Department به گروهی به نام National Visa Center NVC این گروه کارش اینه که تمام پرونده قسمت های پرونده مانند شناسنامه عکس پاسپورت عکساتون فرمای DS-260 که میگه مثلا اطلاعات خودتون اینا جمع میکنن بعد میفرستن به اون سفارتی که درخواست کردین مصاحبه داشته باشین الان برایشون توی National Visa Center هست نگه داشتن مثلا توی جای مرکزی که بعد که دریافت کرد تمام پرونده رو میفرستن اون سفارت هنوز به سفارت نرسیده دست این نشابه سنر هستش ولی خواهد رسید وقتی که همین چایی گرفتن آنی سامنش با تشکر بسکت شد ارز کنم که هنوز اون لرنی برسی ترفیت هست که متخصصینی که از ایران بتونن بیان تو دستگاه های ایرانی و خارجی کار بکنن هنوز وجود داره؟ بله ایرانی ها هنوز میان در نزدیک تمام کارها این لیبر سرتیفیکو میدم مثل سابق یک سال طول میکشه یا بیشتر چون من خودم از طریق 32 سال پیش لیبر سرتیفیکو از این لحاظ هنوز همون یه سال طول میکشه حتی برای گرفتن سرتیفیکت و کاراش متاسفانه کار سفارت خیلی دیگه مسخره شده که حتی مثلا یه سال میکنه طول میکشه نه اگر سربازی رفتن یا مسائل دیگه اسمشون شبیه اسم کسی باشه که آمریکا با عنوان تروریست قبول میکنه متاسفانه اسمای ایرانیشون خیلی شبیه هم میتونن باشن اسمای مذهبی اگه باشه این باعث میشه که پروسه خیلی زیاد بشه ولی طور کنی هم بودن یه سال از وقتی شروع کنی تا اینکه قبول بشه اون قسمتش بود سال دوم اینه که میشه پرزیدنت رو سو کرد که 4 سال که من ویزا دادم بعد از یه سال برگشتم ایران رو هوا باطل کردم لازمانه ایمیریتی دارم میشه من برگشتن خیلی گرفت هایی داشتم که برگردم دوباره به آمریکا میشه سوکر لاسوتا بر اترنی جنرال میشن و مثلا رئیس قسمت USCIS و شرکت های هد نیو که پرزنت خود پرزنت آمریکا نیست ولی رئیس اون شرکت هایی که سرپرستی پرونده شما رو دارن مثلا به خاطر این مسئله ایران خیلی لاسوت برای دولت فرستادیم چون که پرونده ایرانی ممکنه بخصوص برای EB-5 قرار بود تو 6 ماه جواب بدن مثلا یه سالین دو سال شدن جواب ندادن و ما باعث شده که لاسوت فایل کنیم علیه دولت که ببین که شما گفتین 6 ماه جواب میدین یه سال جواب میدین بیشتر از این شده اجازه ندارین اینقدر ما رو
درش علاف نگهداری اینجا میره. خیلی بچه‌هاشو مدرسه نمیتونن برن خاطر اینکه منتظرن بیان آمریکا اس ام سی نکنن برای سال بعد، یا همونطوری موندن که چی میخواد بشه زندگیشون. من میشه سو کرد مثلا لاسود ما برای ایریک هولدر اتورنی جنرال بودش، رئیس اد مهاجرت میشه. البته که میگم تو هواپیما که بودم از هیوستون می‌خواستم برم لندن، رو هواپیما وسط که برگشتم گفت تمام پرزیدنت کارتر تمام ویزاهای ایرانی رو باز کرد. خبر نشد چه بود، خیلی کار سختیه. این عجب که من اینو بعد خلبان بودم این بعد از مسئله گرانی خود انگلیس هم اشکار داشتم که چجوری اومدی، گفتم برو بابا فرزم وارد نیستیم، ما بودم جز بلروکسیم، آه خبر ندارم. آره بعد گذشت، برگشتنم خیلی طول کشید تا بتونم ویزا بگیرم برگردم. یعنی میشه این کارا رو کرد توی من میکرد سیان نه همیشه میشه این کارا متشکرم، مرسی به پندی. یکی اینکه آمیران بودم، قسمان بودم، اینا آمدن آمریکا، بچه شون هم مثلا 8 سالش بود، 7 سالش بود، اینجا رفت محصل بود دبیرستان و دانشگاه و بعدم کار کردن و خودشم کار میکرد اینجا و درس میداد. بعدا تصمیم گرفتن برن ایران، یه سالی رفتن اونجا کار مسئله طوری بود که اونجا موندن. 10 سال بعد برگشتن و این داستان مثل که تو ایرپورت یا گرین کارت شما گذشته و غیره و این حرفا و استیپندینگ هم بود مثل این دارن اصلا این چیزی داره، راهی داره، جریانی داره یا نه؟ خیلی سخته چون وقتی بیشتر از یک سال میمونی به خارج کشور، حتی اگر تا 6 ماه بین یک سال هم بمونی خارج کشور، اینو حساب میکنن که شما قصد اقامت آمریکا رو ول کردین و این کار رو از دست دادین. اگه ایشون 10 سال که خاشر بودن، حتما وقتی که برمیگردن در مرز میگه که شما ابندد کردین، ول کردین گرین کارتونو، از این لحاظ از دست دادین و یه کشور باشید جایی که سفر کنه برگردین، میگن با به دادگاه با قاضی صحبت کنین و اونجا بتونین یک علتی داشته باشین که بمونین اینجا و ممکنه بگیم ممکنه نگیری بر اساس چیزه به خصوص ایشون خواهد بود. سوال دوم هم اینه که این هم برای دوستان اروپا اتفاق افتاد، هر سال می آمدن اینجا مسائل سیاسی و اجتماعی و غیره این حرفا بود، ولی یه باره مسئله بیزنسی پیدا شد برای یکیشون تو جریانات و بعدش 5-6 ماه مسئله بیزنسی حل شد، یعنی کمپانی داشتن با این کمپانی در حال دعوا بودن غیره. من ورود به آمریکا رو به اینا ویزا دیگه ندادم، اصلا که سیاسی هم نبود داستان به این شمال، یه داستان داره تو آلمان اتفاق افتاد هیچ ربطی به آمریکا نداره. اصلا اینا راه فرار رو برای جنسان اولا چطور به آمریکا چه ربطی باید ببینم چی کار کردن این مسئله ای که قصد اقامت دارم که موندن داشتم نه نه ممکنه حتی اسمشون شبیه اسم این نفر دیگه بوده که میترسن. من تو این لیست هم بینیم متاسفانه خیلی سخته که از این لیست ها در بیان و ایشان مشخص نمی کنن که علتش چیه. به چیز خوش نگه داره باید یه آشنایی داشته باشی دولت یا مثلا خیلی سرسدا در بیاری از لحاظ قانونی و دادگاه ها که بتونی خودتو آزاد کنی از این راه. یعنی موضوع باید خیلی اطلاعات بیشتر بدونن که ببینم چی شده با تاریخ شامکا، چون مثلا اگر تو آمریکا بودی ویزا داشتین اومدی اینجا برای خوشگذرونی، یک روز بیشتر از اون وقتی که اینجا باشین کار غیرقانونی انجام دادین و اگه خواستی دوباره ویزا بگیرین راحت نمیدن. من سختی رو راحت خواهم داد اگر راحت گفتم اگه یه بار اسمت برید که خیلی مشکل در میاد حرفا هست، برای اینکه این آقای چیز استاد دانشگاه هم هستن اینجا ویزیتر پروفسور هم توی UCLA هر سال میگه هر سال که میاد مسئله است، برای اینکه اسم شبیه یه اسم دیگه است و شدیدن این داستان هست. بعضی ایرانی ها رو میبرن توی اتاق دوم و هر دفعه دو سال میشن باشون سوال تکراری میپرسن، حتی بعضی وقتا اون شخصی که سوال میپرسن رو میشناسن، میگن من 6 ماه پیش من همین سوال رو پرسیدی. ولی دیگه کارشون هم اینجور سیستم اینجوری کسی که کارش هم دوباره تکرار میکنه. بفهم جان بعضی وقتا دوستان گفتن که مثلا هر دفعه فرودگاه برای 6 سال جمعی شد یه بار اومدن دیگه تموم شد، هیچ معنی نداره. ما هم نمیگن چیه از اون چیزایی چی میگن سیکیوریتی ریسک هم فارسی شما مثلا بگن سیکیوریتی مشروعاً برایش توضیح دادم، کپی مدارک بهشون دادیم که چه زمانهای حتی اینجا رفت بیرون برگشتیم کار کسب کنیم چی بوده تجارت میکردیم اینجا هیچ فرق برشون نمی کنه دوباره
گهگاهی که میشه حتی میرم کانادا برمیگردم جهت اطلاع آمانونم میرم، وقتی میام منتظرم که دم در فرودگاه دو تا پلیس وایساده باشن که به من بگم و ایرانیه دیگه که این دوتا منی میبرن، یعنی با من همراهی میکنن، بعضی های اونه که میترسن. بگم کسایی که از طریق پناهندگی میان اگه سیتیزنشی باشن بعد میتونن برگردن؟ بله، یعنی خانم میگه که نه درست نیست، ولی ایوین اشکالی پیدا نمی کنه، یعنی کار نداره کسی بگم سیستم بشن بعد. بله بله، من با پرندگی من در اینجا سیمونده که دو سال منش و افرادی که بیان بوران پناهنده و پناهنده نیستم رضایت خانمی نه باید بزاره کنه کسی که پناهندگی میگیره هر که پناهنده واقعی رو میخوره و میاد اینجا و برگرد ایران، این آدم هم بزن برگرد نه این مشکل نیست، میگه مشکل چون میگه کسی که پناهندگی اعلام کنه بعدش میاد اینجا بعد میخواد برگرده ایران اینا، برای این مسئله بزرگی هستش. بالاخره تعداد پناهنده کمه و اینقدر زیاد اقدام کردن که اداره مهاجرت نمیتونه اصلا اینا رو قبول کنه یا مثلا سالها طول میکشه که اصلا مسئله معلوم بشه. از این لحاظ راست می مسئله بزرگی هستش، ولی در این حال هم این مسئله سخت گفت کی واقعا پناهنده است، کی داره دروغ میگه راست میگه. من تا جایی که میتونم سعی میکنم پناهنده میشه بهش میگم کشور خودت نمیتونه بله اگه برگشت نبوده اینکه اینطوری که هست قانون، ولی دوستان راههای پیدا میکنن، ولی قانون اینطوری هست حتی اگر پناهنده باشی و پاسپورت کشور خودت استفاده کنی این معماری حساب میشه که جزو نگه میخوای کشور قبلی که شما پناهندگیش اعلام کردی میخواد شما نگهداری کنه چون که پاسپورتش کاری در اصل اگه کسی هم پاسپورت ایرانی شو استفاده کنه واسه پناهندگی، دولت‌ها حق داره اون پناهندگیشو بگیره. حالا اگه این کارو انجام بدن یا نه همیشه نیستش، ولی قانون اینجوری هست.